سلام وقتان بخیر بیننده های عزیز تلویزیون آرزو، امید که خوب و صحتمند باشین و یک هفته بسیار خوب را سپری کرده باشین. در آخر هفته خدمت شما من خالد بارکزی در برنامه آخر هفته وجود دارم و در ترکش رستوران فامیلی در شهر نو هستیم. بسیار تشکری میکنم از همکارا و عزیزایی که این فرصت را مساعد کردن تا این برنامه را از ترکش فامیلی خدمت شما پیشکش و تقدیم بکنیم و تمنای حضور شما را در این برنامه با خود داریم. امروز یک مهمان بسیار خوب داریم، یک مهمانی که گپهایش و حرفایش و وجود خودش هم موافقان خود را داره و همچنان هم بدخواهان خود را و یا مخالفان خود را داره. شاید شما حدس بزنید که کی بیشتر سر زبان زد قرار داره. آقای حمید خراسانی، یک چهره بسیار جنجال برانگیز در امارت اسلامی، حتی در دوره جمهوریت هم بحثا و حرفا و گپای خود را داشتند. من میرم این برنامه را خدمت شما با مهمانم تقدیم میکنم. تمنای حضور شما را تا آخر برنامه دارم. جای نرین، چنل هایتون را تبدیل نکنین، با من خالد بارکزی باشین. راستی گپ دیگه یادم نره که بازم کوشش بکنین که ساعت مراعات بکنین، از مواد ضد عفونی کننده برای دستایتون استفاده بکنین. تمنای حضور شما را تا آخر برنامه با خود دارم. مجدد تشکر از شما. بالاخره آقای حمید خراسانی را قسمی که در ابتدای برنامه بر شما گفته بودم با خود داریم. بسیار خوش آمدین خراسانی صاحب، وقت شما بخیر. تشکر از شما، از دوستا و همکاراتون. سلامت باشین. خوشحال هستم. ما باید یادآوری بکنم که اولین مصاحبه ما و یا گفتگوی ما با آقای خراسانی است و بسیار قابل افتخار است. ما خراسانی صاحب که شما را از نزدیک دیدم. اول این گونه آغاز میکنیم، آقای خراسانی که شما مشهور بیشتر هستین به نام آقای ناصر بدری، قصی از امیره بکنین که این ناصر بدری چطور به شما مشهور شدین؟ بخیر، سلامت باشین. باز هم تشکر از شما و از دوستا و همکارایتان لطف کردین. خب، مجاهدین قبل از فتوحات با نام های مستعار ملقب بودن از طرف مشرا و بزرگا و امیرا و برای ما هم نام شبکه ما ناصر بدری است. از این جهت باز ما همین کاروان ما، قطعه ما، تیم ما به نام ناصر بدری. یعنی همین کسایی که شما هستن محافظین و کلگی گبسخن ناصر بدری یا قطعه ناصر بدری. خب سر آقای حمید خراسانی، یک سوال، یک گپ که بیشتر در ذهن مردم وجود داره که همیشه ویدیوی شما رو دیدن، صحبتهایتان رو دیدن، میگن همین آقای حمید خراسانی همیشه پیشانیش ترش یک کم جدی است، ایدمی لبایش خنده وجود نداره، چی مشکل است؟ بیالا قضاوت غیر عادلانه فکر میکنم. خب در بحث های سیاسی همیشه آدم یک کمی بنابرای احساساتی که در قبال وطن و مردم و قضایه می باشه آدم کمی جدی تر ایشیز میشه، ولی در بحث اجتماعی بین مردم و رفتار ما با مردم خیلی ما خندروی رو خب با امید از اینکه آقای خراسانی امروز بحث سیاسی زیاد نمیکنیم، دقیق کم بخندیم، کم گپ بزنیم، صحبت بکنیم، بر شما می کم تعول به یک تم تغییر تجربه بکنیم. آقای خراسانی، شما یکی از اعضای امارت اسلامی هستین، بیشتر از این در امنیت پنجشیر حضور داشتین، فعلا چی میکنین، مصروف چی هستین؟ ما سرباز اسلام، مجاهد امارت اسلامی هستیم، خدا آن قبول کنه. قبلا به صفت عامر امنیت ولایت پنجشیر بودیم، فعلا قطعه عملیاتی داریم. قبل از فتوحات مجاهدین ما با ما بودن و فعلا هم با ما هستن، مصروف عملیات های خاص بالای بهاوندگرا و همسال هم. خب امی قطعه شما، امی قرارگاه شما در خود پایتخت وجود داره خراسانی صاحب، این عملیات در خود پایتخت میشه از طرف شما یا جای دیگه صورت؟ دقیقا در ولایت کابل عملیات های تصفیه بالای بغاوتگرا مخالفینه که مخفی هستن فرار کردیم و اینجا خود. خب چطور بوده عملیات تا به امروز؟ الحمدلله که دستاورده خوبی هست، دستاورده خوب بوده و خودشان درک میکنن. من یک چیز خبر شدم که قصد ترور شما وجود داشته، میخواستن که شما رو ترور بکنن، این موضوع چطور بوده؟ دقیقا تقریبا هفته قبل یک تیمی از برادران استخبارات با تماس شدن. اینها میبخشن. سلام، خوب هستین؟ ساعت من بسیار زود خوش آمدی آقای عصیب عزیز. شما عصیب جان یکی از کسایی است که چای بسیار مزه‌دار
اما تو تازه و داغ برای شما میاره این دفعه. خوشبختانه خوب است که مستفید شدیم از این کیک شیریشان. کیک شیری را زیاد تعریف شنیده بودم، اما متاسفانه در ترکیش دار نوشیجان نکرده بودیم که انشالله آقای خراسانی هم آمدن میتونیم که استفاده بکنیم. بسیار تشکر. کدام گپ اگه داشته باشی نصیب جان. زنده باشین، ممنون، خوش آمدین. سلامت باشین. سلامت باشین. قربان شما، بسیار زیاد تشکر، لطف کردین. خب میگفتین خراسانی صاحب دیگه بس یک تیم که تقریبا 5-6 نفر بودن. یک دو نفرش از ولایت کاپیسا و تعدادش از کابل گرفتار کردن. اینها قصد ترور ما و مولوی صاحب مخدوم و یک عامر صاحب جنایی حوزه 4 و برادرهای در حوزه 10 بودن. تعداد یک لست در ازاراتشان هست که اینا قصد ترور داشتن و ما هم بالای بعضی حلقات کار میکردیم. خوشبختانه یک تیم دیگری را ما خود ما گرفتار کردیم. اونا هم قصد ترور را داشتن؟ دقیقا از هر دو از این جناها تحریک شده بودن در بدل 2 میلیون افغانی. خوب شد، بخیر گذشت و شما صحت و سلامت هستین و زنده هستین، حضور دارین اینجا با ما. زمانی که آقای خراسانی شما می آمدین به رستوران ترکیش، من شما را دیدم یک کتله زیادی از جوانان نظامیان شما بودن. این همه تعداد نظامی، این همه کسایی که با شما هستند، به خاطر چی هست آقای خراسانی؟ خب مجاهدین دوستا و اندیوالای ما الحمدلله از قبل از فتح هم دوستا و برادرها همراه ما هستند. یعنی دلیل خاص ندارن؟ دلیل خاص یعنی تو کدام چیز حراس داشته باشین؟ نه الحمدلله ما خب مجاهدین امارات اسلامی از چیز حراس نداره به جز از ذات اقدس الهی. خب اینا قبل از فتح با شما بودن؟ الحمدلله. کسایی که با شما هستن از یک قوم خاص هستن؟ نه خیر، ما از چندین ولایت برادرها کتی ما هستن. خب از قندار با خود داریم، از بغلان هست کتی ما، از برادرهای سروبی، قرابا، از خود پنشیر جوان ها. اما یک گپ از آقای خراسانی، مردم بیشتر به این باور دارن که حالا کسایی که در امارات هم هستن، بزرگان امارات هستن، مثل شما و افراد که هستن، حالا با قدر که مثلا بادیگارد نظامیان میگردین، چه تفاوت داره من حیث اون نظام پیشین و شما؟ اونا هم همین رقم میگردن، یک تعداد زیاد امرایشان گشت و گذار داشتن، حالا شما هم یک کار را میکنین، تفاوت میگه پس اینجا چی هست؟ در بعضی اوقات ایجاب میکنن مشکلات امنیتی، حلقات مفسد مغرضه هستند که تهدیدات مثلا داعش، یک پدیده شوم، یک پدیده فتنه انگیز، یک پدیده که شما میبینید الحمدلله نظام نظام اسلامی است. دلیل برای بغاوت و سرکشی و جنگ وجود ندارد. در برابر نظام گذشته صدها دلیل شرعی و منطقی و عقلی بود، ولی الحمدلله فعلا نظام اسلامی است. ولی شما میبینین که همینطور مثل منافقین به نام داعش هم سالهم فتنه خواب برآمده روی همی برادرها به خاطر تامین امنیت ضرور است. که بسیار خوب، ماشاءالله همی نظامیان شما، همی قطعه شما هم یک نظم و دسیپلین خاص خدا دارن. آقای خراسانی چطوری تو یک نظم تانستین به وجود بیارین؟ متاسفانه هنوز هم با وجودی که یک سال سپری شده، یک تعداد از اساکر و نظامیان امارات اسلامی هنوز هم همون نظم را که باید بگیرن متاسفانه به خود نگرفتن. اما قطعی شما همین نظم داره، چطور تو یک چیز به وجود آمد؟ الحمدلله بیشترین قطعات مجاهدین فعلا با همون نظم و دیسپلین نظامی برابر هستن. یونیفرم خاص و منظمی برشان توضیح شده. مجاهدین ما هم الحمدلله که منظم تر هستم. دیدم که یکی از مجاهدین تا نشانده بودین، مویایشان کوتاه میکردین. دقیقا وقتی که جناب خلیفه صاحب مبارک هدایت دادن، این در زمان قبل از فتح، در زمان جهاد ضرورت بود که مجاهدین هم تو با حیبت و صلابت در برابر دشمن باشن. و امر رب العزت و عید الهم استطاعت. چی معنی میتا اگر بیشتر تشریح کنیم؟ اگر عامیانه برای شما بگویم، شما قطعات سپیشل فورس امریکا را میبینید. خب تو عامیانه میخواییم که مردم بفهمه اینها حرکت هایی را انجام میدن که ما را میخورن. یک مثال براتون میدن، یا میخواین خودت تو یک رقم پر قدرت و پر انرژی و توی چیز نشان بدن. و مجاهدین هم با سنتی که هستن، مجاهدین در دوران صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هم این گیسوهایشان بودن و دیگه یعنی موهای بلند، موهای بلند، خب ریش بلند، میتونه که صلابت و قدرتشان زیادتر نشان بده. بدون شک یک حیبت و یک
نشان یک مرد مؤمن اما ریش با سنت برابر باشه و گیسوهایی که دلایل شرعی است و چون که خلیفه صاحب هدایت دادن که مجاهدین خود فعلا الحمدلله حکومت و نظام خودشان است یک ذره منظم ترشان باز ما به این خاطر اطاعت کردیم و تعداد برادرهایی که از گذشته اما تو گیسوهایشان بیشتر بوده کار خوب کردین بگیرین چایم بگیرین آقای خراسانی که از راه دور آمدین شاید خسته شده باشین از این کیک یک بار بچشین ما میخوایم شما اولین کسی باشین که از این کیک شیری میچشین من همیشه تعریف شنیده بودم در موردش زیاد گفته شده بودم و نوشان نکده بودیم بگیرین خراسانی صاحب لطف کنین بگیرین این حالا آقای خراسانی وقتی که شما موهایشان کوتاه کردین و یکی که ریششان را منظم ساختین امو صلابت را که شما ازش یاد کردین امو موضوع را که در موردش گفتین از او کاسته نمیشه کم نمیشه؟ نه خیر البته پیشتر تذکر دادیم که در دوران جهاد ضرورت بود مجاهدین هم تو با حیبت و با صلابتی در برابر دشمن باشن فعلا نظام از نظام از نام شویداست که از نظم گرفته شده مجاهدین با امو یونیفرمی که منظم شدن باید است که یک اصلاحات بیرن و هدایت بزرگان بود ما چیز کردیم اگرچه موی دراز کلا مشکلی نیست شما در بین مردم عام میبینید که اکثرتا یا با طریق سنت و یا تو شوقی میمانند ولی الحمدلله مجاهدین بیشترش با مو طریق سنت بود چای زیاد نوش جان میکنین والا نظر به میل چطور بود چای از کیک لذت بردین یعنی می راست شد بگوین چیش زیاد خوشتان آمد خب لذیذتر بود آقای خراسانی در وقتی که جهاد به نوی وجود داشت و یکی که فعلا هم در امارت اسلامی هستین از این چیزا هم استفاده میکنین میخورین نوشجان میکنین اولویت تان هست مثل حکومت پیشین دوران هایی که ما در وطن ها بودیم و بیشترین وقت در کول سنگر یک در وقتی که بودیم و از این چیزا دورتر بودیم ولی در شهر که بودیم قبل از او طبعا استفاده میکردیم زیاد وقت از در شهر هستین خراسانی صاحب فعلا که بین بگوین که فقط همه در شهر هستین در قرارگاه و پایگاهتان میرین میاین یا که اگان چکر رو میرین تفریح میرین اگان جای پارک ها مثل از این مثلا رستورانت که وجود داره رفتین آمدین یا نه والا یگان روز اگر به چکر بریم تنها میرین یا امی تیم است یا فامیل هم کتان میه والا امی دوستای خدا به شرط کتی ما دوست هم فامیل چون میبرین خب فامیل هم نظر به شاید ایک ضربت داشته باشن خب در صورتش دقیقا باز تصمیم داریم به خیلی داریم امنیت به نظرتون خوب است که بتانم خانه آدا فامیل بیان خود مردم عزیز ما درک کردن که در نظام گذشته مردم به خاطر یک گوشی همراه خود بله. جانشان در خطر بود ولی فعلا میتونن شب روز آزادانه بگردن الحمدلله اقدامات قاطعانه و سریع مجاهدین در برابر مجرمین سازمان یافته و کسانی که فتنه انگیز هستند باعث کاهش جرایم جنایی در شهر کابل شده امنیت بهتر ان شاء الله تامین است خب یکم دیگه هم در مورد نظامی ها گپ بزنیم من یک چیزی که بسیار برام جالب توجه شد آقای خراسانی که اینا هر کدامش نیاز به ماش دارن پیسه دارن مثلا نیاز دارن که امکانات فامیل خانواده خود تامین بکنن مخارج خود ماش میگیرن با نام ماش خود تابال مجاهدین ما چیزی دریافت نکردیم ولی یک مقداری که لزوم دیده بزرگان است به عنوان خرچه برشون همکاری میشه چطور ماش نگرفتن؟ مشکل ده چی بوده؟ خب نظر به تشکیلات است یعنی دمی بیشتر از یک سال که آمدن هیچ ماش نگرفتن؟ نه بلا ماش مجاهدین رو بخون نگرفتن خب بفرمایید خیلی چایم بگیرن آقای خراسانی بیشتر من شما رو در صفحات اجتماعی زیاد دیده بودم ویدیوهایتان پیامهایتان گپهایتان بسیار زود مشهور شدین زود یک شهرت پیدا کردین زود مثلا زبان زده هم خاص گرفتین هم طرفدارای خود را دارین هم مخالفای خود را دارین چی شد که قدر زود یک رشد سریع کردین خب مسیر مبارزات یک مسیر پرخم و پیچ است و عزت از جانب رب العزت است ولله عزت جمعی ها دیگه ما هم یک زندگی پرخم و پیچ و پرماجرا و مسیر مبارزه که ما داشتیم هم پر از مشکلات بوده روی همی در برابر نظام گذشته و
فعلا هم که ما موقف گیری هایی میکنیم به خاطر اصلاحات جامعه. نظرات هموطنان عزیز است که در قبال سخنهای ما و موقفشون باشه، خوب یا بد بوده نظراتشون بوده؟ او کسایی که بسیار میبخشین دیگه حقیقتا وجود داره که بدتان را میگن، یا من میفهم یگان کامنت ها را میخوانین، یگان نظرات را چی گفتنی دارین بر از اونا؟ خفه نمیشین از او گپ باشن؟ از کسی خفه نمیشیم، ولی قضاوت اونها غیر عادلانه است. خب انسان وقتی در قبال کسی حرف میزنه، این از حقایق باید آگاه شود و حقیقت یک انسان را باید درک کنه که هدف از او چی است و کارنامه های از او چی است. آیا به مثل دیگرها دستشان به خیانت و جنایت و وطن فروشی و امثال هم که مردمان حکومت قبلی بودن، ما به مصاحبه از او هستیم یا مثل یک برادرشان، خادمشان و سرباز اسلام برشان، از عزتشان، از آبرویشان، از حقشان در هر شرایط دفاع کردیم؟ بسیار خب، یک وقفه میگیریم آقای خراسانی، اگه موافق باشین شما بفرمایید چای بگیرین همراه کیک شیری. دیگه ما در ترکش رستوران فامیلی هستیم، واقع در مجد مال شهر نو منزل چهارم در قسمت گلخانه ترکش فامیلی هستیم. و یک موضوع یادم نره که شما بعد از این میتونین که حتی به تعداد 400 نفر کسایی که محافل داشته باشن بخواین که پارتی های خود را به اصطلاح یک تعداد استفاده میکنن بخواین برگزار بکنن، میتونن که در همین قسمت گلخانه ترکش فامیلی بیان و یک فضای بسیار مقبول و شیک و رومانتیک هم میتونیم برش نام بانیم تجلیل بکنن و برگزار کنن، یک فضای بسیار ماندگار را بر خود شکل بتن. وقفی کوتاه را ببینین، دوباره خدمت شما برخواهیم گشت. بفرمایید. تشکر از اینکه حضور دارین و بیننده هستین. ما در ترکش فامیلی واقع شهر نو مجد مال خدمت شما حضور داریم. خوشبختان آقای حمید خراسانی، یکی از چهره های مطرح و مشهور با ما هستن و حضور دارن. صحبت ها رو با اینا ادامه میتیم. باش که کم خسته کن نشه برنامه، بر تا نگوین که چقدر بحث سیاسی شده، آیسته آیسته میکشانیم با موضوعات و موضوعات دیگری که برمیگرده به زندگی شخصی آقای خراسانی که شما شاید در موردش آگاهی نداشته باشین، خبر نباشین، صحبت میکنیم. فقط یکی دو سوال کوتاه دیگه هم از شما پرسان میکنم، بعد از اون میپردازیم بالای مسائل دیگه. آقای خراسانی، شما من یک جایی صدایتون شنیدم که بسیار عصبانی و قار بودین، گفتین که چرا خانه مرا تلاشی کردن، چی حق دارین که خانه مرا تلاشی کردین؟ با وجود از اینکه اعضای امارت اسلامی بیشتر کوشش کردن تمام باشندهای کابل را خانهشان را تلاشی کردن، همه گی حاضر شدن که بیاین اماراتی ها خانهشان را تلاشی بکنن، فرق بین شما و مردم هم است که شما حالا شکایت کردین و مردم هم اجازه دادن خانهشان تلاشی شود؟ موضوع رقمی که شما فکر میکنه نیست. ما خانه ما در ولایت پنشیر است. بله. در اوجه قرارگاه نظامی ماست. خب. تعداد مجاهدین ما در اوجه فعلا هم هستن. و یک تعداد برادرها خلافی اصول رفته بودن، اما خانه شخصی مرا قلفایش را بشیز کرده بودن. قلفا را پرانده بودن. دقیقا. با مجاهدین ما هم یک کمی مشاجره شده بود. از این خاطر بعضی برادرهایی که از اصول امارت اسلامی خلاف ورزی میکنن، خواستیم یادآور شویم برشان که هر مجاهد همونطوری که الله متعال میگه لان صاحب عزت است و رسولش و مؤمنین، مجاهدین هم زحمت کشیدن. اگر موارد امنیتی می باشد ما هیچ گونه مشکل نداریم، یک موارد امنیتی می باشد برادرها از هر بخشی که، ولی بی هدف مشکل حل شده انشاءالله بخیر. بدون شک بخیر. خب آیا کدام فرق بین مجاهدین پنجشیری و هلمندی و قنداری وجود داره؟ فعلا که من با شما صحبت میکنم بدور از اون موضوعاتی که در گذشته وجود داشت. خب ما بارها بدون تملق، بدون حراس، ما کسی هستیم که با جز از ذات اقدس الهی از کسی ترس و حراس نداریم و به دل خود در امارت آمدیم، بخاطر رضای خدا آمدیم، بخاطر خدمت به خلق الله آمدیم. ما قبلا در برابر نظام گذشته که مبارزه میکردیم، اگر قبل از فتح هم بودک ما مسئول یک نهضت اسلامی بودیم، یعنی یک حرکت اسلامی بودیم. وقتی با امارت اسلامی ما بیعت کردیم،
یه تو کدام زور و فشار سر ما نبوده. یعنی به رضایت خود ما با امارت اسلامی بیعت کردیم. و بیعت ما از روی ویژگی هایی بوده که خب. پرچم محمد رسول الله است. یک جمع مجاهدین، یک جمع مسلمان ها زیرنی پرچم گرده هم آمده و خدمت بر امت مسلمان میکنند. روی همی در مورد سوال شما باید گفت که یکی از ویژگی های امارت اسلامی همی است که مسائل قومی و نژادی سمتی نیست خب. الحمدلله و بخصوص در سطح رهبریت امارت اسلامی در بین افراد اگر یک فرد نادانی که این مسائل دامن میزنه هر کسی که باشه او اصلا مربوط به شخصیت خودش میشه اما آقای خراسانی باور نه همین گپای شما هم یک نوع دامن زدن است همین انتقادی که کرده بودین همین صدایی را که شما نشر کرده بودین عصبانی بودین بسیار قهار بودین خب طبعا بنابراین بعضی حرکت هایی که صورت میگیره از طرف بعضی افرادی که آگاهی درست از اصول امارت اسلامی ندارن ما را هم کمی احساسی در میسازن که سخنان گوهرپار شیخ صاحب امیرالمومنین را ببینین از خلیفه صاحب مبارک را ببینین از مولای صاحب یعقوب مجاهد را ببینین از تمام بزرگان امارت اسلامی را ببینین اینها چه هدایات میتن برای مجاهدین و عملکرد بعضی افراد بعضی انگوش شما را اینها باز باعث ازمی میشه که بله امی عمل کرده انگوش شما رو شما رو قدر قار ساخته بود بگیرین از این که بگیرین من نفهم میمان های ما که میای بسیار خدمت قید میگیرن باید به زور بگیم دین شالا که بفرمایید کیک بگیرین نوشیدن کنید چایتون سرد میشه خراسانی صاحب برادرتون چطور هستن خراسانی صاحب خوب هستن ان شاء الله الحمدلله خوب هستن کجا هستن کابل هستن پنجشیر هستن کجا هستن چی میکنن ای برادرتون که دزگیر شده بود منظورم از اون هست همین بیشتر وقت کابل میباشه و با وظیفه هم میره پنجشیر دلیل اصلی شما معلوم شد که چرا دزگیر شده بود یک سوء تفاهم حل شد ان شاء الله خب اصلا هنوزم در امارت کار میکنه با امید از اینکه خوب باشن صحتمند باشن آقای خراسانی اگر شما بخواین از امارت اسلامی یک چیز را عزب بکنین و بجایش ایجاد بکنین و یا بیاین جایگزین بکنین چی بوده میتونه به مردم؟ یک خطای را، یک خالیگاه را، یک مشکل را اگر بخواین حذف بکنین و بجایش یک چیز خوب و مثبت دیگر بیارین چی بوده میتونه؟ خب ما خود در سطح نیستیم تصمیم بگیریم من هست یک کسی که نظرتان را بخواین بگوین هر عملی که خلاف اصول شریعت اسلام باشه در امارت اسلامی خود عمل خلاف اصول شریعت هر عملی اگر باشه هنوز خونه نبود الحمدلله که فعلا نیست بیشتر از یک سال از شما هستین امرای امارت اسلامی چی زیاد ناراحتتون ساخت آقای خراسانی چی زیاد شما را غم دیده ساخت حتی میتونیم بگیم به چشمتان عشق آورد و ناامیدتان کرد والا بیشترین رنجش که ما را میتا مشکلات اقتصادی هموطنهای عزیز ما میتونیم دقیقا الله متعال رحم کنه انشاءالله که تنها این مشکل اقتصادی مردم ما هست دیگه فعلا الحمدلله استقلالیت داریم یک نظام اسلامی از حدود الهی تطبیق میشه و امنیت بهتر است جنگ نیست بدبختی نیست فقط مشکل اقتصادی است وقتی در شهر و بازار میریم مردم ما رو میبینیم که یک تعدادی دست به گدایی و امثال هم و روزگاری که یعنی ای را باور داریم که وضعیت بسیار بد است از لازم خب این خب یک جنبه داره که باید است که در این باره ما وضاحت بدیم وقتی شما اگر تاریخ مطالعه کرده باشین انشالله که هندستانی ها گاندی وقتی استقلال خود از انگلستان گرفت بله. اقتصادشون از صفر ما هم الحمدلله که فعلا استقلال خود از غرب گرفتیم بله. او کمک ها و گولای مفت استعمار که به مردم ما بیشتر البته توهین نشه برای هموطنهای عزیز ما اکثرتا مفتخور آموخته شده بودن فعلا او پولا نیست مردم باید از زحمت بکشن بله. و با او چیزهایی که مثلا عامیانه سخن میزنیم مردم عادت کرده بودن سر دسترخوانشان چندین رقم غذا بوده مردم عادت کرده بودن؟ طبعا بدون شک یک چیز ما شما آدمی محافل عروسی میبینیم یا مهمانی ها میریم مصارف غذا و دیگر
خوی میتونم آقای خراسانی اگه اقلیت باشه من فکر نکنم که مردم هم اگهش عادت کرده باشن که دسترخوانشون رنگ آرنگ حالا ما بیشتر این چیزی که شما هم خود دارم دیدین اکثرا یعنی ما از یک غذا و از دو نوع غذا کفایت نمیکنه کسی که در چیز باشه اینا در کل مشکلات اقتصادی است و تمامش ربط به این دارد که استقلالت کامل است کشورهایی که قبلا کمک میکردن دونرهای خارجی بودن نیست و این ضرورت برای زحمت بیشتر دارد که تا ما با استفاده از استخراج منابع داخلی ما و ایجاد فابریکه ها و زمینه کار برای مردم الحمدلله میریم به طرف رونق پیشرفت. در 20 سال گذشته مردم افغانستان بسیار مشکلات اقتصادی را تجربه کردند. متاسفانه یک نانشان دونان نشد همیشه چشم به امید و دراز به یک تعداد تجار، وکیل، وزیر، رئیس بودند که یک تیرش قرص نان برشان کمک بکنه. محتاج بودند به نوعی تا به امروز رفت. بین از درون امارت بگوین که مصارف و غذاهای امارت اسلامی چی است؟ شاید با بزرگا شیشته باشین، دیده باشین، امرای وزیرا، امرای آدمای کلان امارت اسلامی. خورد و خوراک چی است آقای خراسانی؟ چه قسم مصرف میکنن؟ مثل گذشته است همون شکل یا تفاوت زیاد بود؟ حالا اگر حقیقت نگذاریم با نظام گذشته شما خود سراغ دارین که در یک ارگ ریاست جمهوری از جرق هم گشت بود فکر میکنم امیر در برنامه اول هم گفته ماده مادش همینطور وزارت خانه ها و اداراتشان مصارف بسیار گذافه داشتن ما دیداری که با مقامات بزرگان امارت اسلامی داشتیم اما یک مطلع عامیانه داریم اما دسترخوان چیز یک غذای عامیانه ما شما بیشتر اگر بوده باشه یک قابلی و شوروا چیز شوروا دیگه از بیشتر چیز نه خب بیا اینه کم سرم غذا ها گفت زیاد بزنیم از غذا چی را زیاد دوست دارین خوش دارین والا منتوره بیشتر دارین منتوره من تو فکر کنم همین غذای نمیفهم مردم مزار است یا از کابل از خراسان است خب در کل دیگه غذای مردم افغانستان است از هر کسی که است خسر عزیز من تو را بیشتر در کجا نوش جان کردین در رستوران در خانه یعنی ما برتون غذا را آماده کردم من تو را چی رقم والا خب در جای مختلف بیشتر کسایی که بعضی دوستا که لطف میکنن یا اقارب خویشاوندای نزدیک یا دوستا که یگان مهمانی چیز میکنن باز برشون میگم دیگر مصرف و چیز زحمت نکشین اگر یک من توی چیز کنین بس خب ناگفته نمانه که در امین ترکش هم منتو غذای منتو وجود داره که شما اگر علاقه من دستین آقای خراسانی اگر دوست داشتین انشاءالله بعد از ختم برنامه ما برتون یک منتو میاریم که همون مزه دانتون تازه شد چقدر وقت شده که منتو نخوردین خب شاید چند روز شده باشه چند روز؟ البته فکر میکنم خودتان هم آشپزی میکنین کدام دفعه؟ والا متاسفانه دیگه چرا؟ خب همی فرصت شد البته نداشت در خانه یعنی کمک نمیکنین دیگه؟ در خانه خب طبعا کمک رو میکنیم اگر در آشپزی نکردین دیگه یعنی تاله چه آشپزی نکردین و چیز را یاد هم ندارین دیگه؟ والا نه یاد داریم خب چی را یاد دارین بیشتر؟ شاید بتونین یک شوروا و یکان برنج و یکان چیزا خیلی دوستای عزیز اینجا از طرف خراسانی زای دعوت هستین انشالله به دوستا دعوت هستیم یعنی یا به زور بیاییم میمان آخانده بیاییم همکارای ما بیشتر شوروا رو هم دوست دارن و بیشتر از شوروای سمت شمال هم تند و تیز همراه مرچ و بعضی مسائل دیگه انشالله برتون میریم من تو آقای خراسانی آقای خراسانی یک بحث زیاده که در یک سال زیاد وجود داشت امی حق تحصیل و دانش بر دختر خانما بوده زیاد سرش بحث شده ما هم از بیشتر مسئولین و مقامات زیاد در موردش گپ زدیم خوب است که نظر شما را هم بفهمیم به نظرتان آیا حق تحصیل دانش بر دخترها را شما محترم میشمارین؟ بدون شک حق تحصیل هم بر طبقه ذکور اوناس یک امر لازم و ضروری است ولی در یک چارچوبات مقررات قانون ما در حکومت گذشته قضایای مختلفی را سراغ داشتیم در کجا؟ در سراسر کشور هدفتون این معارف و مکاتب است؟ منظوری است که از امی به حجابی و از این که حجاب اسلامی حفظ نمی شد و مضامین غیر اسلامی تدریس می شد یکی از مضامین غیر اسلامی چی بوده به نظرتان آقای خراسانی؟ شما دیدین که در برابر ثقافت اسلامی اعتراضات حکومت قبلی و اما جناهای بودک خب مربوط دانشگاه کابل بود
اما بحث ما مکاتب است. آقای خراسانی، مکتب ها در 20 سال گذشته دختر خانمایی که به مکتب می رفتن اما چادر سفیدشان و لباس سیاهشان بود و حتی کسایی که در مکتب هم بودن همه دختر بود، معلمایشان، اساتیدشان، استادایشان. کجا از این بی‌حجابی بودن؟ خب لازم است که حجاب بهتر باید است که مراد شود. یعنی او حجاب مشکل داشت؟ دقیقا دقیقا و روی سری که بالای خواهرها بوده و لباسی که بوده مناسب تر نبوده. ما شما جامعه خود دیده بودیم و درک کرده بودیم. به نظر شما یک حجاب خوب چی رقم یک حجاب است؟ خب حجاب اسلامی را نه، چادری ضرور نیست که چادری باش. چادری اصلا کدام ما را حجاب گفته نمیتونیم، اون چیز نیست. حجاب اسلامی، حجابی که شما خودتون بهتر درک میکنین که حجاب اسلامی چی گونه است. مکاتب هم باید اون شکل باشن؟ طبعا که باید است که یک قانون مقرراتی که بزرگان امارات اسلامی در نظر دارن و این یک امر لازمی است. و من من حیث یک سرباز امارات اسلامی و برادرشان هم خواهشم از بزرگان امارات اسلامی است که اونها بهتر میدانن، عالم هستن، علما بهتر میدانن، یک قانون جور شود و ما در جامعه اسلامی ضرورت داریم. مثلا برای دکتر زن ضرورت داریم. بله بله بله. حتی برای پلیس زن ضرورت داریم. بله بله. ولی با وزیر و رئیس زن هم ضرورت داریم. والا خب اون زندیده نداریم ضرورت؟ در بخش که اگر ضرورت باشه و لزوم دیده بزرگا باشه ما گفته نمیتونیم. یک دیده وجود داره که زنها نیمه و یا بیشتر پیکر یک جامعه را تشکیل میتن که بیشتر حتی کشورهای منطقه ما که اسلامی هستن وزیر زن دارن، رئیس زن دارن، وکیل زن دارن. البته بارگزای صاحب ما در این مورد براتون بگویم، هموطنهای عزیز ما درک کنند که حقوقی که در اسلام بر زنها داده شده او که در جایگاه مادر است، در جایگاه خواهر است و در جایگاه همسر است، یعنی شما در هیچ قانون غربی شما سراغ نخواهید داشت. عزتی که در اسلام بر زنها قائل است در هیچ حکومت نیست. شما رفتار نامناسب پلیس اروپا و غرب و کشورهایی که خود مدافعین حقوق بشر و حقوق زن میگیرن، شما یک بار سرچ کنین در گوگل و در یوتیوب و در فیسبوک رفتار پلیسشان، رفتار عموم مسئولینشان که چگونه خشن هستند. شما یک مجاهد امارت اسلامی را سراغ ندارین که خدا نخواسته. انشالله در این مورد کتان زیاد گپ میزنم، شاید تانه بگیرین وقفه کوتاهی را بیننده باشین. دوباره خدمت شما سریع برمیگردیم در ترکیش فامیلی رستوران واقع شهر نو مجید مال منزل چهارم گلخانه. بیننده برنامه آخر هفته باشین. بفرمایید. پای خواست تشکر از حضور و حوصله‌مندیتان. شما بیننده آخر هفته هستین. شما میتونین این برنامه را هموطنان عزیز ما که در بیرون از افغانستان هستن از طریق ستلایت بیننده باشن و همچنان از طریق چنل یوتیوب تلویزیون آرزو هم و صفحه اجتماعی فیسبوک تلویزیون آرزو هم میتونین که بیننده این برنامه باشین، نظریاتتون را سهیم بسازین، سابسکرایب کنین و همچنان دیدگاه هایتون را شریک بسازین. بسیار تشکر. آقای خراسانی با ما هستن. آقای خراسانی، من چند تصویر دارم، یک چند تصویر را انتخاب کردیم، فقط ما جواب کوتاه شما را میخوایم و میشه که هر چیزی که در دلتان است و نظر دارین در مورد زی تصاویر شما هم و نظریاتتان را شریک بسازین. آقای خراسانی، من از شما یک تصویر دارم که فکر کنم که زمان بوده که شما فکر کنم پلیس بودین. میشه در مورد نیروهای امنیتی افغانستان و پلیس پیشین و نظامیان پیشین افغانستان شما هم لباسشان را بتن دارین نظرتان را بگین؟ تقریبا در 12 سال پیش بوده که ما منصوب حکومت بودیم. بنار بر اختلافاتی که ما داشتیم از نظام قبلی کنار رفتیم و در برابرشون یک حرکت اسلامی را ایجاد کردیم. چه قسم یک اردو ارتش رو داشتیم؟ خب اردو ارتشش برای همه معلوم است که خوش خدمت برای قوای استعمار بودن. همه گیشون همی رقم بودن؟ نظر به نیت وزیفه بودن. یکی از چیزهایی که بیشتر منتقد شما هستند و بر علیه شما فعالیت میکنن، کار میکنن و یک تصویرشون هم که زیاد دیده بودیم که همراه یک چرخبال را به نوع هدف قرار داده بودن که ادعای خودشون البته بودن، آقای عصیب قوای مرکز.
در مورد از این میتونه هموطنهای عزیز ما بخصوص شهروندان کابل بهتر قضاوت کنه اینها کی بودن؟ نظر خود شما چی است؟ شما هم فعلا شهروند کابل هستند در کابل هستند؟ بیشتر ما نظر را بسیار زیاد دادیم در موردشان، یک مجرم سازمان یافته و فراری. زیاد مردم فرار کردن در حکومت پیشین؟ والا متاسفانه کسایی که البته توهین به یک جمع دوستایی که چیز از اکثرت این خائن بوده فرار کرده، کسی خائن نباش فرار نمیکنه. یک بحثتان دیدم، یک گفتگوی تان دیدم و یک انتقاد از آقای قاری عیسی محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد اینا چی گفتنی دارین؟ اینها یک منافق هستن، یک انسان مرتجی. بخاطر از شما انتقاد کرده؟ نه ما والا بخاطر اینا ما صادقانه میگیم الحب لله والبغض لله، دوستی و دشمنی ما به خاطر خداست. خب اگر ما اگه مراد سخن دو دشنام و شخص ما رو بته ما هیچ چیز برای مشکل نداره، هیچ مشکل دشمنتون حساب نمیشه. بدون شک. آهنگم شنیدین؟ هنرمندای زن را بیشتر آهنگاشون شنیدین یا نه؟ والا سابق کم کم به احمد زایر علاقه داشت. از خانوما رو نشنیدین چیزی؟ همه اگه عکس نشون دادن میتونم نمیفهم میشناسین شونه یا نه؟ شناختین؟ نه چهره شما آشنا هست. نام شما نمیفهمید؟ برای هم میفهمیم کنم. نمیخواین بگوین؟ ما چون میگه فکر جمال زاده میفتن چی میگه؟ مجده جمال زاده. چطور از من از ذاتان آنگایش؟ خدا من به صاحبش نگو مبارد کنم. شما دوست ندارین آنگایش؟ نه چی بگوین؟ خب دمو حالی هم خود جوان هستین، شاید بگین دم دوران جوانی هم شاید شما هم شنیده باشین این انگاره، یعنی این طور اگر در تلویزیون مانده باشه که ما دیده باشه گناه نبوده دیدن شنیدنش؟ گناه طبعا حرام است. خب بسیار خوب. تصویر آخر، یک تصویری که زیاد بحث برانگیز بوده و شما انتقاد کرده بودین که برادرتان و یک تعداد از نظامیان شما را به جرم پوشیدن پکول دستگیر کرده بودند. پکول نماد چیست آقای خراسانی؟ پکول یکی از کلاهایی است که سمبول میگیم یک فرهنگ یک جمع از مردم افغانستان است. البته این پکول بدون تو تملق اگر بگویم از دندورای پنشیر ما نیست یا نه خدا این چیز کردیم مردم های پکتیا و خوست. نه پکول اصلا از مردم نورستان و کنر است. بله و همینطور این فرهنگ باز آمده در ولایت پنشیر و شمالی بود تا بدخشان و تاش. پوشیدنش جرم است؟ در امارت؟ به هیچ وجه. شما شاید بعضی مقامات امارت اسلامی را دیده باشین که فکر دست شما. خواه حتما گوشنق شده این؟ والا از اینکه کم نوش جان نکدین متاسفانم. هرچی قسلا کدوم میمان نوازی کدوم هیچ بیتفاوت بودین در این قسمت. خیمه میرم بر شما از قسمت بوفه غذا میارم و خدا کنه که منتو هم باشه، منتو هم برتان میارم کامو مزیش برتون تازه شه، بعد از او بچشین که چطور است. درست است آقای خراسانی؟ ما میرم قسمت بوفه رستوران ترکیش فامیلی. قسمت بوفه بسیار مدت کم میشه که ایجاد شده و شکل گرفته و کسایی که علاقمند باشن میتونن که در قسمت بوفه با فامیل خانواده‌شون بیان با یک نرخ بسیار کم استفاده بکنن و نوش جان بکنن. من برم به خراسانی صاحب غذا را بیارم از قسمت بوفه. بیننده برنامه باشید. کار با ما هستن و غذا از قسمت بوفه برشان آماده کرده به مهمان ما و خوشبختانه منتو هم هست، وجود دارم. به مهمان میبرم. ادامه برنامه را شما با ما و آقای حمید خراسانی بیننده باشید. خسته خو نشدین آقای خراسانی. خوش. بسیار تشکر از حوصله مندیتان. غذایی که بسیار دوست دارین بر شما آوردم، منتو همراه کباب و مویر هم خود دوست دارین حتما انشاءالله. مویر چیز خوبی است. خب بگیرین از منتو اول یک استفاده کنین، یک بار بچشین ببینین مزهش چطور است. های از اون منتو است که شما در خانه میخوردین، دوست آمده میکردن، مزه دارتر است یا کدام تفاوت وجود داره؟ لطف کنین بگیرین آقای خراسانی. شما بگیرین.
چطور بود خراسانی صاحب؟ خوب بود؟ دمی دوره که در پنجشیر بودین، جنگ میکردین، دمی یک سال کدام دفعه کسی بود برتون بیارم من تو یا نبود؟ والا ما دمی کوهای نزدیک قریه میبریم و بیشترین وقت هم در خود داخل قریه میبریم ولی الحمدلله در قریه ما دولت حاکمیت نداشت. خب الحمدلله اجازه برشان نمیدانیم برای یک گپ که دمی زمانی که من در این بوفه بودم یک چیزی که زیاد یادم آمد آقای خراسانی امی نامتان بود خراسانی تخلص میکنین امی تعریفتان و مفهوم خراسانی چطور چی است؟ چطور خود خراسانی نامتان بیان میکنین؟ هدفتان چی است؟ خب خراسانی ها چند کدله هستند یا چند بخش و چند گروه هستند مسیر تاریخ کشور ما و شما بسیار یک مسیر زرین و چیز شما بهتر میدانید هموطن عزیز ما که افغانستان فعلی قبلا باختر و خراسان و بیشتر از او آریانا نام داشت در هر مسیر از خود یک امو تاریخ خود بجا مانده ولی خراسانیان از ابو مسلم خراسانی تا کسانی که فاتحین اسلام بودند یک تاریخ خوب و بهتری در تاریخ معاصر اسلام داشتند ما به خاطر زنده نگه داشتن نام از او فاتحین اسلام و مبارزین مسلمانی که مبارزات داشتند به می خاطر چند سوال کوتاه دارم آقای خراسانی از شما میشه که نانم نوشجان بکنین بسیار کوتاه میشه جوابتان بگوین آقای خراسانی تعریف شما از جایگاه و نقش یک زن در اجتماع چیست زن یک موجود مقدس به عنوان مادر عامیانه مطل چیز ما و شماست که جنت زیر پای مادر است سه بار از سخنان گوهربار رسول مقبول حضرت محمد مصطفی علیه افضل السلام است که کسی ازشون پرسان کرد که بیشتر خدمت سزاوار کی است گفت برای مادرتان باز تکرار کردن گفت برای مادرتان سه بار و بار چهارم مقام پادر گفتن شما بینین ارزش والایی است که از نگاه اسلام بر زن داده اگر به عنوان همسر است هم ارزش والایی دارد و اگر به عنوان خواهر است هم دارای خیلی خوب یکی از رهبران جهادی که در 40 سال گذشته فعالیت داشته کدام یک را شما ترجیح میتین و از دید شما یک رهبر خوب بوده میتونه متاسفانه در دوران جهاد با روس ها هر کس به اندازه توان خود سعی و تلاش خود کرد مبارزه کردن ولی بعد از شکست روس ها و ماجرایی که در افغانستان شروع شد متاسفانه بیشترینش به گمراهی و قهر رفتن یعنی هیچ کدامش مترجی نمیتین خب کسانی بودن که خب تقوای خدا حفظ کردن خب بگیرن بفرماین ما میفهمم خوش خراسانی صاحب اومده دیگه شما میتونین نوشجان بکنین همراه دوستایتان فعلا در قسمت گلخانه هستیم قسمت گلخانه بازم تاکید میکنم یک فضای بسیار مقبول و زیبایی است که شما میتونین بیاین با فامیلا و خانواده و دوستایتان در اینجا حضور داشته باشین فراموش نکنین که همچنان میتونین محفلتان را برگزار بکنین آقای خراسانی آخرین بار که شما گریه کردین یا اشک به چشمتان آمده چی زمان بوده و به چی خاطر؟ آخرین بار برای مولانا سر مجیب رحمان انصاری اشد گریه کردین بدونش عالم جهید کشور و یگانه ما از جمله کسانی بودن سرسخت حامی شدیم در زمان حکومت اشرف غنی هم وزیر حج اوقاف قبلی که اونها را گستاخی کردن در برابرشان الحمدلله ما نخستین کسی بودیم که با ما چیزی که توان داشتیم اونها را اخطار داریم شما حق ندارین یک عالم دینه که او هم از علمای جهید کشور مدن توحین کنیم متاسفانه مولانا صاحب روزی که شهید شدن ما را خیلی انوید ساخت صاحب چقدر سرمایه است این آقای خراسانی؟ والا
سرمایه که نبریم. نه هم راست شو بگویم. هم سوال خود بگویم. هیچ سرمایه نداریم. نه ولی سرمایه. نام خدا ما تصویرتان دیدیم موتورهای زری، موتورهایی که بیت المال است، بیت المال. یعنی از بیت المال استفاده میکنیم؟ خب ما در خدمت مردم هستیم، در نظام هستیم. موتورهای نظامی است، موتور نظامی بیت المال است. ها یعنی شما هیچ سرمایه هم ندارین، حداقل یک 10000 20000 5000. اونقدر کیو سرمایه نیست. ما یک چیز بود که در حکومت پیشین یک چیزم یادم میاد که تعداد وزیر و وکیل هم که میدیدیم در جیبش صدیای دلار بود و امروز خب ما از کسایی نیستیم که خدا نخواست دست ما به خون مردم و وارش. سوال آخر پکول یا لنگی؟ یکیش سنت است یکیش فرهنگ است. با کدام شه احترام میگذاریم و بیشتر کدام شه دوست داریم؟ سنت خب در است، ولی هر دوش هم یکیش سنت است و یکیش فرهنگ است و هر دوش فرهنگ است. خب من نمیفهم که وقت داریم دوستای عزیز، وقت ما فکر میکنم خلاص است. بیاین از امی یک ساعتی که ما کتان بودم و صحبت کردیم، مصاحبه کردیم، خوشتون آمد، لذت بردین، روزی بودین نبودین، یا ای که امکان داره قار شده باشین اگان زر سرما. خوش میکنم، شما لطف کردین. سلامت باشین. شبکه شما و دوستا و همکارایتان یک فضای خوبی بوده. ممنونتان. شما تشکری میکنیم، ما هم میخواییم که در خدمت مردم ما باشیم، سوالاتی که داشته باشن و سوء تفاهماتی که برشان است ما حرف چند شد. خب یعنی خاطر خوش داریم. دقیقا. بسیار خوب. بعد از اینکه انشالله فامیل خانواده رو میارین در قسمت گلخانه و این رستوران. حالا انشالله با دوستا و این چیزا میریم. انشالله بخیر. بسیار تشکر آقای خراسانی، بسیار خوش شدم که آمدین، گپ زدین، یگان صحبت کردیم، قصه و خاطرات را تازه کردیم. سلامت باشین. لطف کردین. و همچنان تشکر از شما بیننده بسیار خوب تلویزیون آرزو که تا باکنون بیننده برنامه آخر هفته با ما خالد بارکزای و مهمان بسیار خوبم بودین. بازم در اخیر برای شما بیان میکنم که ما در رستوران ترکیش فامیلی واقع شهر نو مجید مال منزل 4 در قسمت گلخانه، جایی که شما میتونین محافل رسمی و غیر رسمی تان را در اینجا برگزار بکنین و حضور داشته باشین، از غذاهای لذیذ داخلی و وطنی و خواستن برندشون که ترکیه است استفاده بکنین و یک لحظات بسیار ماندگار را براتان بتونین شکل بدین. ممنون از حضورتان. تا اینکه دوباره برمیگردم با یک مهمان دیگر و یک عزیز دیگر در اینجا خدمت شما باشم، همگیتون را به عزت منان میسپارم. خوشی ها به کام شما باد. تا درود دیگر، بدرود.